نخست سرخط خبرها. اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در ایام محرم در شهر هرات. با اینکه ما با شب و روزهای دهه محرم نزدیک میشیم، تدابیر امنیتی ما هم شدیدتر میشه. تلفات سنگین پیکارجویان طالب در هرات. نگرانی ساکنان فراه از احتمال برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری. مردم فراه بود چندان دلچسپی نداره به انتخابات و نسبت به سالهای دیگه بیشه کس از غیر همیشه نداره که مثلا رای بده. کشته شدن 16 نفر در حمله انتحاری پیکارجویان طالب در پایتخت. و اینکه رئیس جمهور ایران بر عدم مذاکره با آمریکا تاکید دارد. ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم. خانم هوا آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این سطح از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. در پی ضربات سنگین دولت به پیکارجویان طالب، 20 عضو این گروه در هرات از پای درآمدند. نیروهای هوایی ارتش افغانستان با انجام یک رشته عملیات بمب افکنی به مواضع پیکارجویان طالب در ولایت هرات، 20 نفر از اعضای این گروه را از بین بردند. در خبرنامه این اداره که صبح امروز منتشر شده آمده است، در این حمله دو نفر از اعضای کلیدی پیکارجویان طالب به نام‌های ملا اولیا و ملا نبی نیز از پای درآمدند. مسئولان امنیتی هرات از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در ایام محرم خبر می‌دهند. در عین حال مسئولان امنیتی از ساکنان این ولایت نیز می‌خواهند تا در تامین امنیت با پلیس همکار باشند. همزمان با فرارسیدن ایام محرم، مسئولان امنیتی هرات از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در نقاط مختلف شهر اطمینان می‌دهند. آنان میگویند که پلان تدابیر امنیتی اتخاذ شده و در مراکزی که از ایام محرم نیز گرامی داشت میشود، در حد لازم و کافی نیروهای امنیتی مستقر خواهند شد تا مردم نیز در فضای امن و با حس آرامش از این ایام گرامی داشت به عمل آورند. پلان تدابیر امنیتی دهم محرم ترتیب داده شده، نه تنها که پلیس بلکه تماما ارگان هایی که برای تامین امنیت ولایت هرات وظیفه دارند. با این که ما با شب و روزهای دهه محرم نزدیک میشیم، تدابیر امنیتی ما هم شدیدتر میشه و تماما ساحاتی که در اونجا محافل و یا مجالس برگزار میشه در اونجا هم پلیس حضور داره و تحت تدابیر شدید امنیتی هست، به امید از این که ما شاهد بروز کدام حادثه واقعی نباشین. از سوی دیگر پلیس هرات از مردم می‌خواهد تا در تأمین امنیت بهتر و بیشتر با نیروهای امنیتی همکار باشند. با اینکه مسئولان امنیتی از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی اطمینان می‌دهند، اما با آن هم ساکنان هرات با توجه به تجربه‌های تلخی که ظاهراً از گذشته در ایام محرم دارند، نگران وضعیت امنیتی هستند تا مبادا این تجربه‌های تلخ و دلخراش دوباره تکرار شود. دولت هم میخوایم مثل همیشه هر سال امنیت بکروات بگیرم. پارسال هم خوب بود بکروات توسعه و شروع امنیت مردم گرفته بودن. امسال هم از دولت تقاضا میکنیم که انشالله بیشتر بگیرم، امنیت بگیرم. خواست ما از حکومت اینه که به این ایام ماه محرم تلاش بیشتری بکنم برای امنیت مردم. هرچند نسبت به سالهای گذشته تفاوت‌های ایجاد شده و مشهود تفاوت‌های کامده از هر ارگانی رسیدگی کردن، مخصوصا به همین منطقه اخیر جاده بانک خون که بیشتر مراسم به اونجا برگزار میشه. از ایام محرم همه ساله در هرات به گونه باشکوه بزرگداشت به عمل می‌آید، اما امسال با در نظر داشت وضعیت امنیتی و تحرکات گسترده مخالفان مسلح در شماری از ولایت‌های کشور، مردم از تأمین امنیت این روز ظاهراً نگران به نظر می‌رسند. اما به هر حال پلیس هرات از تأمین امنیت در ایام محرم اطمینان می‌دهد. با
غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات میگوید کار اعمار شاهراه حلقوی هرات تا کنون تکمیل نشده و این موضوع نیاز به توجه بیشتر از سوی مسئولان دارد. به گفته ی آقای هاشمی ایجاد این شاهراه مزایای زیادی از قبیل کاهش ازدحام ترافیکی، ایجاد سهولت‌های ترانزیتی و سهولت برای بازرگانان و مردم هرات در پی خواهد داشت. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز میگوید کار شاهراه حلقوی در 4 مرحله تکمیل می‌گردد که 2 مرحله آن در حال حاضر تکمیل شده و کار 2 مرحله دیگر آن در آینده نیز قرار است آغاز گردد. به گفته ی آقای فرهاد اداره محلی پیرامون این موضوع با وزارت فواید عامه صحبت نموده و این وزارت اعلام آمادگی کرده است که به زودی کار این شاهراه را کامل خواهد کرد. ساکنان فراه از احتمال برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری در این ولایت نگرانند. این ساکنان میگویند که بیش از 1 ماه از آغاز کارزارهای انتخاباتی میگذرد، اما تا کنون 1 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این ولایت کارزارهای انتخاباتیش را آغاز کرده است. صلح و انتخابات دو واژه‌ای که این روزها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد و تبدیل به دغدغه‌های مردم افغانستان شده است. با آنکه کمتر از 1 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، اما کارزارهای انتخاباتی در ولایت فراه به گونه‌ای است که در حال حاضر تنها 1 دسته انتخاباتی مبارزات انتخاباتیش را آغاز کرده است. اینکه چرا کارزارهای انتخاباتی در این ولایت کم رنگ است، موضوعی است که اکنون برای ساکنان فراهی پرسش برانگیز شده است. به گفته فراهیان، تنها دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی کارزارهای انتخاباتیش را آغاز کرده است. مردم فراه خود چندان دلچسپی نداره به انتخابات و نسبت به سالهای دیگر بیشه کس از غیر امشی نداره که مثلا رای بده. اولا خود منو دلچسپی نداره برای رای دیگر انتخابات به خود ما خود دداره. اگر شرکت بکنه بازم نگیر که رای ما اگر واقعا رای کسی صاف بکنه خوب خوب آدم شرکت بکنه به کسی رای بده و هم کسایم در گذشته با ما گفته بود ما بزن رایم دادیم نتونست کار بکنه. تنها ساکنان فرا از این موضوع نگران نیستند، بل اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی نیز از عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی می کنند. به گفته اعضای شورای ولایتی، تهدیدات امنیتی سبب شده که در برخی از ولسوالی‌های این ولایت انتخابات برگزار نشود. د انتخابات موضوع چې موږ په مرکز کې هم د ولسونو سره ولیدل او د خلکو خبرې مو اوریدلې، د انتخابات لپاره څوک علاقه مندي نه لري. په ولایتو کې هم تاسو ته معلومیږي چې زموږ خلک انتخابات دا معنا چې 15 کاله نور هم د جنگ تمدیدېده. انتخابات دا معنا چې 15 کاله نور هم جنگ تمدیدېږي. هایا موږ افغانان د یو ورځې دا جنگ زغملی سي، نو بهتره دا ده چې د انتخابات موضوع ته فریږدي او د افغانستان ټوله خلکه په انتظار دي چې سوله باید راسي. خصوصا درې ولسوالۍ چې هغه خاکسفې د شیبکو او کلستان ولسوالۍ پر ټاپه باندې ولاړه ده، هلته هېڅ د انتخاباتو پروسه روانه نه ده او ناکامه ده. نو انتخابات خو یو ملي پروسه ده، موږ د ټول افغانانو څخه په درنښت باندې هیله کوو چې راسئ په دې ملي پروسې کې ګډون وکړئ. خصوصا د مخالفینو څخه هم دا هیله ده چې راسئ په دې پروسې کې ونډه واخلئ او خپل سرنوشت وټاکئ. در این حال محمد منیر پارسا رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات فرا میگوید که نظر به ساختار و چگونگی مبارزات انتخاباتی، هر نامزد باید به منظور جذب رای دهندگان پلانهایش را با همه شریک بسازد. به گفته او، اما اینکه چرا تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری کارزارهای انتخاباتیشان را در این ولایت آغاز نکردند، به کمیسیون انتخابات هیچ گونه ارتباطی ندارد. ی چند بود میتونه داشته باشه. یکی که کسانی خود در ریاست جمهوری کاندید کردن، وقتی که کاندید کردن باید اونا کمپاین خود اونا دفترهای خود باز کنن، کمپاین کنن، برنامه هایی که دارن برای مردم توضیح بدن تا اینکه اعتماد مردم جلب کنن. یک علت میتونه داشته باشه خود اونا اقدام نمی کنن که ما عملا غیر از 2 تیم دیگه دفتر ایجاد نشده در یک ولایت. تا گفته می شود در انتخابات پیش رو 174 سایت انتخاباتی در مرکز و برخی از ولسوالی های فرا به دلیل تهدیدات امنیتی مسدود خواهد ماند.
از سوی دیگر همزمان با مذاکرات صلح شایعاتی در میان مردم مبنی بر عدم برگزاری انتخابات پخش شده است، اما حکومت مرکزی به برگزاری انتخابات به تاریخ معین آن یعنی ششم میزان سال روان تاکید دارد. در پی تلفات سنگین پیکارجویان طالب در فراه 17 عضو این گروه از پای در آمدند. مسئولان امنیتی ولایت فراه اعلام کردند که در جریان حمله هوایی نیروهای دولتی به پیکارجویان طالب و درگیری مستقیم با اعضای این گروه 17 نفر از آنان از پای در آمدند. محب‌الله محب سخنگوی فرماندهی پلیس فراه گفته است که این حمله شب گذشته در ولسوالی پشتکوه صورت گرفته است و در نتیجه آن 4 نفر از اعضای این گروه نیز زخمی شدند. در نتیجه انفجار یک دستگاه موتور بمب گذاری شده در شهر کابل 16 نفر زخم کشته و 119 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار شام دیروز در ساحه دیوار جنوبی کمپ گرین ویلیج حوزه 9 شهر کابل رخ داده است. پس از ختم 9 دور مذاکرات صلح میان آمریکا و پیکارجویان طالب در قطر، حملات این گروه در نقاط مختلف کشور شدت یافته است، حملاتی که بیشتر قربانیان آن را غیر نظامیان تشکیل می‌دهند. شام روز گذشته در نتیجه انفجار یک دستگاه موتور بمب گذاری شده پیکارجویان طالب در شهر کابل 16 نفر کشته و 119 نفر دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله گفته که این انفجار در سایه دیوار جنوبی کمپ گرین ویلج در حوزه 9 امنیتی شهر کابل رخ داده است. وی افزود کارکنان این کمپ نیز شامل کشته شدگان این رویدادند. سخنگوی وزارت داخله تاکید کرد که این رویداد ناشی از انفجار یک دستگاه موتور بمب گذاری شده نوع تراکتور بوده که در ساحه مسکونی رخ داده است. او گفت که در این رویداد یک تانگ تل در نزدیکی محل نیز حریق و به تعداد زیادی از خانه‌های مسکونی خسارت وارد شده است. از سوی هم به گفته نصرت رحیمی 5 مهاجم دیگر نیز قصد حمله مسلحانه بر کارکنان کمپ گرین ویلج را داشتند که پیش از حمله از سوی نیروهای ویژه پلیس از پا در آمدند. مسئولیت این حمله را پیکارجویان طالب بر عهده گرفتند. این گروه با نشر اعلامیه‌ای گفته که هدف این حمله شهروندان کشورهای خارجی بوده است. در اعلامیه ادعا شده که تعدادی غیر قابل شمار از شهروندان کشورهای خارجی در این رویداد کشته شدند. از سوی هم در اعلامیه این گروه آمار نشر شده از سوی وزارت داخله نیز رد شده است. این حمله پیکارجویان طالب در حالی صورت گرفته است که زلمه خلیلزاد یک روز پیش از وقوع این رویداد وارد کابل شد و جزئیات مذاکرات هیئت آمریکایی با پیکارجویان طالب را با حکومت افغانستان به اشتراک گذاشت. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان از توافق با پیکارجویان طالب خبر داده و افزوده است که در صورت موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 5000 نیروی نظامی ایالات متحده از افغانستان خارج می شود. در مرحله نخست اجرای توافقنامه این شمار نیروهای خارجی در مدت زمان 135 روز از 5 پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان خارج خواهند شد و خشونت ها در ولایت کابل و پروان کاهش خواهد یافت. خلیلزاد با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس ریاست اجرایی دیدار کرده و به گفته صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری متن توافقنامه صلح را در اختیار آنها قرار داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیر خود به مسکو پایتخت روسیه گفته است که روسیه و ایران منافع مشترک زیادی در افغانستان دارند. آقای ظریف که روز گذشته در یک نشست خبری با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود سخن می گفت، افزود امنیت افغانستان به دلیل همسایگی با ایران و روسیه برای هر دو کشور حائز اهمیت است. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران پیرامون صلح افغانستان اظهار کرد که هر گونه راه حل در موضوع جنگ افغانستان تنها به دست طرفهای افغان قابل دستیابی است. دادگاه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری 10 کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به 5 سال زندان محکوم کرد.
این دادگاه عبدالبدی سیاد، معاذ الله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی، ملیح حسن و وسیمه بادقیسی از کمیشنران پیشینه کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فائز و حمیرا حقمل کمیشنران پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی هر کدام به 5 سال حبس محکوم کرد. اما احمد شاه زمان زی رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات و ابراهیم سادات رئیس پیشین تکنولوژی معلوماتی این کمیسیون براءت گرفتند. نخستین جلسه دادگاه اعضای ارشد پیشین کمیسیون های انتخاباتی روز دوشنبه 11 سنبال به صورت علنی برگزار شد، اما نتیجه گیری در مورد پرونده این افراد به جلسه بعدی موکول شده بود. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو میگوید که سازمان از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در افغانستان حمایت می‌کند. او این مطلب را امروز در دیدار با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا بیان کرده است. دبیر کل ناتو حملات اخیر در کابل را محکوم کرده است. او گفت که ناتو به حمایت از نیروهای افغان متعهد است. گفته می‌شود که وزیر خارجه آمریکا در مورد توافقنامه صلح با پیکارجویان طالب با دبیر کل ناتو نیز گفتگو کرده است. مقام های ولایت ننگرهار گفتند که بندر تورخم که برای تردد کالاهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان است به صورت آزمایشی و برای مدت 1 هفته فعالیت شبانه روزی خواهد داشت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در این خصوص اعلام کرده است که این بندر از شب گذشته و در پی توافق اسلام آباد کابل به صورت 24 ساعته باز شده است. این در حالی است که در گذشته تنها در ساعات رسمی تبادل کالا میان دو کشور از طریق این بندر انجام می شد که پس از سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد روی فعالیت شبان روزی آن توافق صورت گرفته است. ورنر لاپیش رئیس بخش آسیایی میانه بانک توسعه آسیایی میگوید که این بانک با راه اندازی 25 پروژه در افغانستان به میزان سرمایه گذاری های خود در افغانستان می افزاید. بر اساس یک خبرنامه ریاست اجرایی، آقای لاپیش این اظهارات را امروز در دیدار با دکتر عبدالله عبدالله بیان کرده است. بر اساس این خبرنامه ورنر لاپیش در این دیدار درباره برنامه‌های این بانک در افغانستان و منطقه گزارش داده، خاطر نشان کرده است که این بانک در بخش ترانسپورت، اعمار زیرساخت‌ها، خط آهن، انتقال انرژی و زراعت در افغانستان به سرمایه‌گذاری‌های خود ادامه می‌دهد. وزارت امور خارجه هند از دیدار قریب الوقوع نخست وزیر این کشور با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داده و گفته است که نرندرا مودی در جریان هفته جاری به مسکو سفر خواهد کرد. ویجی گوهال معاون وزارت خارجه هند روز گذشته به خبرنگاران گفت در صورتی که روند صلح افغانستان در مالکیت دولت این کشور باشد، از آن به گونه همه جانبه حمایت می کند و آماده هر گونه همکاری در این زمینه خواهد بود. مقام های ارتش در شمال افغانستان از کشته شدن فرمانده عمومی پیکارجویان طالب در جریان درگیری با نیروهای امنیتی خبر دادند. پایگاه 209 ارتش با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که این فرمانده قاری منصور نام داشته است و در روستای کنعان ولایت قندوز جان خود را از دست داده. پیکارجویان طالب 3 روز پیش یک حمله سرتاسری به ولایت قندوز انجام دادند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و دفاعی این ولایت مواجه شدند. بر بنیاد آمار ارائه شده در جریان نبرد قندوز 56 پیکارجوی طالب و 20 سرباز دولتی کشته شدند و 5 غیر نظامی نیز جانهای خود را از دست دادند. مقام های امنیتی در ولایت بغلان گفتند که حمله گروهی پیکارجویان طالب به شهر پلخمری مرکز این ولایت مهار شد که در نتیجه آن 10 نیروی پلیس جان خود را از دست دادند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان در گفتگویی که امروز با خبرنگاران انجام داد تصریح کرد که این شمار نیروهای پلیس در درگیری با پیکارجویان طالب در منطقه کیلگی جان خود را از دست دادند. آقای بشارت همچنین اعلام کرد که شب گذشته حملات هوایی به موضع پیکارجویان طالب در این منطقه انجام شده است که در نتیجه آن 20 عضو این گروه از پای درآمدند.
بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با خبرهای خارجی با شما خواهیم بود. خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تصمیم مذاکره با آمریکا را ندارد. آقای روحانی گفته سیاست ایران را علی خامنه ای مشخص میکند. آقای خامنه ای تا کنون بارها مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و گفتگو با دولت دونالد ترامپ را سم مضاعف خوانده است. ما باید مذاکره کنیم، ما باید حرف بزنیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته گذشته گفته بود که برای حفظ منافع شهروندان کشورش حاضر است با هر کسی دیدار کند. ساعتی پس از این اظهارات، رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا از احتمال دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر دادند. اما یک روز بعد از آن آقای روحانی با عقب نشینی از اظهارات خود احتمال چنین دیداری را منتفی خواند. یک هفته پس از آن امروز آقای روحانی در مجلس ایران برداشت از اظهارات هفته گذشته اش را سوء برداشت خوانده و گفت که پاسخ تهران در مورد مذاکره رو در رو با آمریکا همواره منفی است و در حال حاضر تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. ما بارها گفتیم و باز هم میگیم ممکنه از تعبیرها سوء برداشت بشه. ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم. در هیچ مقطعی در این یک سال خورده ای، در اون سالهای قبلش هم همینجور بوده. حسن روحانی یک بار دیگر گفته که آمریکا با بازگشت به توافق هسته‌ای برجام و رفع همه تحریم‌هایی که اعمال کرده میتواند در قالب گروه 5 به علاوه 1 با ایران گفتگو کند. رئیس جمهور ایران میگوید سرگرم مذاکره با طرف‌های اروپایی برجام است تا زمینه را برای فروش نفت و بازگشت پولان فراهم شود. اساس بحث ما امروز با کشورهای اروپایی این است که اگر بتوانند نفت ما را به صورت نقد یا به صورت نسیه بخرند، یعنی پیش خرید کنند و پولش در اختیار ما باشه، این شرایط رو تسهیل میکنه برای اینکه ما بتونیم گامهایی که برای کاهش تعهدات برمیداریم تا زمانی که آنچنان هست ما هم ادامه بدهیم. دولت ایران تهدید کرده در صورتی که تا اواخر هفته جاری زمینه فروش نفت و دستیابی به منابع مالی آن فراهم نشود، روز پنجشنبه برای سومین بار برخی از تعهدات خود را در توافق برجام کاهش می‌دهد. گزارش شده فرانسه پیشنهاد کرده است برای خرید نفت ایران یک خط اعتباری گشوده شود. با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران از صادرات نفت این کشور که به شدت به درآمد آن وابسته است، نزدیک به 2 میلیون بشکه کاسته شده است. صادرات نفت ایران پیش از تحریم‌های آمریکا در حدود 2,700,000 بشکه در روز بود. پاریس پایتخت فرانسه گامی نوین به منظور کاهش آلودگی هوا برداشت. بر اساس گزارش های به دست آمده از رسانه های کشور فرانسه، قرار است پس از این برای ساکنان شهر پاریس سهولت های بسیاری در قسمت حمل و نقل فراهم شود تا آلودگی در این کشور به حداقل برسد. شهر پاریس با تصمیم گیری نهایی شورای شهر قرار است پس از این استفاده از خدمات حمل و نقل شهری را برای همه کودکان زیر 11 سال، شهروندان کهنسال و جوانان زیر 20 سال که دارای معلولیت هستند رایگان اعلام کند. رایگان سازی خدمات حمل و نقل شهری در پاریس با
با الهام از پروژه مشابهی گرفته شد که از یک سال پیش در شهر ساحلی دانکرک واقع در فرانسه به اجرا گذاشته شده است. این شهر در شمال فرانسه به طور آزمایشی از سال 2018 میلادی استفاده از اتوبوس‌های شهری برای ساکنان و گردشگران را رایگان کرده است تا افزون بر کاهش آلودگی هوا میزان تحرک مردم به ویژه افراد مسن را بیشتر کند و به ساکنان شهر احساس آزادی عمل بیشتری دهد. نتیجه تحقیقات و نظرسنجی ها نشان داده است که اجرای این پروژه آرامش را برای ساکنان این شهر به ارمغان آورده است و با اجرای پروژه اتوبوس های رایگان افراد زیادی موترهای شخصی خود را فروختند و یا هم از خرید موتر دوم منصرف شدند. این در حالی است که پیش از این بیش از 2/3 ساکنان شهر برای رفت و آمد از خودروهای شخصی استفاده می کردند و این موضوع سبب ایجاد آلودگی زیادی شده بود. موافقیت در اجرای آزمایشی این پروژه در دانکرک نه تنها باعث شد که شورای شهر اجرای آن را به طور کامل و دائمی تصویب کند، بلکه شهرداران دیگر شهرهای فرانسه نیز تشویق به اتخاذ سیاستی مشابه شدند. قابل ذکر است که شهرهای شاتو رودر در مرکز فرانسه و نیور در غرب این کشور نیز اتوبوس‌های شهری خود را رایگان کردند. ولنسین در شمال این کشور نیز سر از فردا 4 سپتامبر استفاده از اتوبوس‌های شهری را برای ساکنان کمتر از 25 سال رایگان کرد. و در پایان مروری دوباره داریم بر سرخط خبرها. اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در ایام محرم در شهر هرات. با این که ما با شب و روزهای دهه محرم نزدیک میشیم، تدابیر امنیتی ما هم شدیدتر میشه. تلفات سنگین پیکارجویان طالب در هرات. نگرانی ساکنان فراه از احتمال برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری. مردم فراه خود چندان دلچسپی نداره به انتخابات و نسبت به سالهای دیگه بیشکست زغر همیشه نداره که مثلا رای بده. کشته شدن 16 نفر در حمله انتحاری پیکارجویان طالب در پایتخت. و اینکه رئیس جمهور ایران بر عدم مذاکره با آمریکا تاکید دارد. ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7/7 و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، شما می توانید بدون محدودیت زمانی و مکانی با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات برنامه های ما را هم به طور زنده و مستقیم تماشا کنید. از اینکه تیم خبری تلویزیون چکات را همراهی نمودید سپاسگزارم. ایام به کامتان بدرود.